بحرانی عمیق در اتیوپی، این سرزمین خشک. خانواده‌ها در این روستا در یکی از آسیب دیده ترین مناطق این کشور با کمبود مواد غذایی و بروز سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند. والری آموس، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل، از این محل دیدن کرد و خواستار کمک بیشتر به اتیوپی شد. مردم غالباً در حال حرکت هستند و سعی می‌کنند از عدم تأمین و تضادها فرار کنند، تضادهایی که وجود دارند و مشکل را به مراتب وخیم‌تر می‌کند. به آن افرادی که در ایستگاه‌های اورژانس معالجه می‌شوند، غذای اولیه و لوازم بهداشتی داده می‌شود، شامل جانشین‌های پروتئینی برای کودکان. پرسنل امداد اظهار می‌دارند برای پاسخ به نیازهای موجود به کمک بیشتری از طرف مجامع بین‌المللی نیاز دارند. سخت به تدارکات نیاز داریم، به پول بیشتر برای خریداری آنها، به پرسنل واجد شرایط، به هر چیزی که نگذارد این بحران شدید به یک تراژدی عظیم تبدیل شود نیاز داریم. این مادری که 5 فرزند دارد 8 ساعت پیاده روی کرده تا به ایستگاه امداد برسد، اما حتی پس از اینکه جیره غذایش را دریافت کرده هنوز هم از این میترسد که فرزندانش نتوانند زنده بمانند. 1 کیلو روغن پخت و پز و 8 کیلو آرد گندم به ما دادند تا 15 روز با اینها سر کنیم. نمیدانم با فقط 8 کیلو آرد چطور میتوانم با 5 فرزند 15 روز دوام بیاورم. شرق آفریقا با بدترین خشکسالی در نیم قرن اخیر دست و پنجه نرم می‌کند که بر اساس گزارش آژانس برنامهی جهانی غذا بیش از 10 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.